فصل 6 یافتن گروه خود موهبت تعلق داشتن داستان جوجه اردک زشت. گاهی اوقات زندگی زن وحشی از ابتدا اشتباه پیش می رود. بسیاری از زنان والدینی داشتند که از هنگام تولد با تعجب به او نگاه می کردند و در فکر بودند که این غریبه کوچک چطور به خانواده آنها نفوذ کرده است. برخی خانواده ها هم بچه را نادیده می گرفتند، به او بی توجهی می کردند یا با سردی و بی محبت نگاهش می کردند. من این داستان را یک داستان روانشناختی با ریشه معنوی حاوی حقایقی بنیادی برای پیشرفت بشر می دانم که بدون انسجام و بکارگیری این حقیقت پیشرفتی حاصل نمی شود و تا زمانی که درک عمیقی از آن نباشد فرد نمی تواند به لحاظ روانشناختی شکوفا شود. داستان جوجه اردک زشت. زمان درو نزدیک بود. پیرزنها از موهای زرک عروسک درست می کردند. پیرمردها پتوها را رفو می کردند. دخترها روی پیراهنهای سفیدشان شکوفه گلدوزی می کردند. پسرها هم موقع جمع‌آوری خوشه‌های گندم طلایی آواز می خواندند. زنان لباس‌های ضخیم برای زمستان می‌بافتند، مردان به برداشت محصول کمک می‌کردند و میوه‌های رسیده را جمع‌آوری می‌کردند. وزش باد برگ‌ها را سوس‌تر می‌کرد و هر روز برگ‌های بیشتری به زمین می‌ریخت. و پایین رودخانه ماده اردکی بود که روی تخم‌هایش نشسته بود. همه چیز برای اردک همانطور پیش می‌رفت که باید باشد. و سرانجام یک روز تخم ها شروع به تکان خوردن و ترک برداشتن کردند و جوجه اردک ها با تقلا از تخم بیرون آمدند. اما یکی از تخم ها هنوز نشکسته بود، تخمی خیلی بزرگ که همانطور مانند سنگ بی حرکت مانده بود. اردک پیری از آنجا عبور می کرد و اردک مادر بچه های تازه متولد شده اش را به اون نشان داد. با غرور گفت: ببینشان، زیبا نیستند. اما تخم شکسته نشده توجه اردک پیر را به خود جلب کرد و سعی کرد تا اردک مادر را از نشستن روی آن تخم منع کند. اردک پیر به او توضیح داد که این تخم بوقلمون است. اصلا تخم مناسبی برای تو نیست. میدانی که نمیتوانی بوقلمون را داخل آب ببری؟ اردک مادر این را میدانست چون قبلا امتحان کرده بود. اما اردک مادر احساس می کرد حالا که این همه وقت روی آن نشسته اگر کمی بیشتر هم بنشیند ضرری نمی کند. او گفت: می دانی که پدر شارلاتان این جوجه ها توی این مدت حتی یک بار هم به دیدن من نیامد. اما سرانجام تخم بزرگ شروع کرد به لرزیدن و چرخیدن. سرانجام شکست و باز شد و موجودی بزرگ و زشت از آن بیرون آمد. رگ‌های قرمز و آبی پیچ در پیچ از زیر پوستش بیرون زده بود. پاهایش ارغوانی بود و چشم‌هایش هم به رنگ صورتی روشن بود. اردک مادر دستانش را دور گردن او برد و سرش را بالا گرفت و نگاهش کرد. نمی‌شد کاریش کرد. اسم جوجه را زشت گذاشت. با نگرانی گفت: شاید واقعاً بوقلمون باشد. اما وقتی جوجه اردک زشت با سایر جوجه ها وارد آب شد و شروع به شنا کرد، اردک مادر دید که او هم به خوبی و درست شنا می کند. با خودش گفت: بله، او هم یکی دیگر از بچه های من است. اگرچه ظاهرش خیلی عجیب و غریب است، اما در واقع اگر خوب نگاهش کنیم، او هم زیباست. بنابراین اردک مادر بچه هایش را به دیگر حیوانات مزرعه نشان داد. اما قبل از اینکه متوجه شود، اردک دیگری از آن طرف حیاط دوید و گردن جوجه اردک زشت را گاز گرفت. اردک مادر فریاد زد: بس کن. اما اردک قلدر گفت: او عجیب و زشت است. باید از اینجا بیرونش کنیم. بعد ملکه اردک ها آمد و گفت: آه، یک دو جین بچه دیگر. ما غذای کافی برای سیر کردنشان نداریم. و این یکی که آنجاست چقدر بزرگ و زشت است. خب حتما اشتباهی رخ داده. اردک مادر گفت: نه، او اشتباهی نیست. او قرار است پسری قوی بشود. فقط زیادی در تخم مانده و کمی شکلش عجیب شده. اما بعداً قوی می شود. خواهی دید. بعد هم پرهای جوجه را مرتب کرد و موهای سرش را لیست زد.
اما دیگران جوجه اردک زشت را با کارهایشان عذاب می دادند. آنها دنبالش می کردند، گازش می گرفتند، لگدش می زدند و با داد و فریاد او را آزار می دادند. شکنجه ها هر روز بدتر می شد. جوجه اردک از دست آنها پنهان می شد. جا خالی می داد، به چپ و راست می دوید تا نتوانند او را بگیرند، اما نمی توانست از دستشان فرار کند. جوجه اردک بدبخت ترین موجودی بود که می توانست باشد. در ابتدا مادرش از او دفاع می کرد، اما بالاخره او هم خسته شد و با حالتی غضبناک به او گفت کاش می شد از اینجا بروی. و به همین خاطر جوجه اردک از آنجا فرار کرد، در حالی که بیشتر پرهایش ریخته بود و پر از گل و لای بود. دوید و دوید تا به مردابی رسید. کنار آب دراز کشید و گردنش را دراز کرد تا آب بخورد. از میان بوته ها دو قاز نر او را نگاه می کردند. آنها جوان و از خود راضی بودند. به او گفتند هی موجود زشت، می خوای با ما به مزرعه بیای؟ اونجا یه عالم قاز مجرده که می تونی از بینشون یکی رو انتخاب کنی. ناگهان صدای شلیک گلوله بلند شد و آن دو قاز نقش بر زمین شدند. آب مرداب از خونشان قرمز شد. جوجه اردک زشت داخل آب شیرجه زد و خودش را پنهان کرد، در حالی که اطرافش پر بود از صدای شلیک گلوله و دود و پارس سگ‌ها. سرانجام مرداب آرام شد و جوجه اردک توانست فرار کند و تا آنجا که می توانست از آنجا دور شد. نزدیکی های شب بود که به کلبه کوچکی رسید. دیوارهای کلبه پر از ترک بود. در آنجا یک پیرزن ژنده پوش همراه با یک گربه ژولیده و یک مرغ لوچ زندگی می کردند. پیرزن گربه را به خاطر اینکه برایش موش می گرفت و مرغ را همچون تخم می گذاشت نگه داشته بود. پیرزن احساس کرد شانس آورده که یک اردک هم پیدا کرده. شاید برایش تخم بگذارد. با خودش فکر کرد اگر هم نتواند تخم بگذارد می توانم او را بکشم و بخورم. بدین ترتیب اردک آنجا ماند. اما گربه و مرغ او را اذیت می کردند و از او می پرسیدند تو که نمی توانی تخم بگذاری و شکار کنی به چه درد می خوری؟ جوجه اردک آه می کشید و می گفت من دوست دارم زیر آسمان آبی پهناور و زیر آبهای آبی خنک باشم. گربه نمی توانست درک کند که زیر آب بودن چه معنایی دارد. مرغ هم درک نمی کرد که خیس شدن همه پرها چه لذتی می تواند داشته باشد. به همین خاطر جوجه اردک را مسخره می کردند. سرانجام برای جوجه اردک معلوم شد که در آنجا هم آرامشی برای او وجود ندارد. پس آنجا را ترک کرد و قدم در راه گذاشت تا ببیند می تواند جای بهتری پیدا کند یا نه. به برکه‌ای رسید. هوا سردتر و سردتر می شد. یک دسته موجود زیبا از بالای سر او پرواز کردند. زیباترین موجوداتی که تا به حال دیده بود. آنها با صدای خاص خودشان او را صدا زدند. شنیدن صدای آنها قلبش را لبریز کرد و همان موقع دلش شکست. او هم با صدایی که تا به حال از گلویش خارج نشده بود جواب آنها را داد. او تا به حال هرگز موجوداتی به آن زیبایی ندیده بود و تا به حال هرگز اینقدر احساس محرومیت نکرده بود. او با جهت پرواز آنها انقدر روی آب چرخید و چرخید تا از نظر محو شدند. دوباره با خودش تنها شد. نسبت به آن پرندگان سفید بزرگ احساس تعلق خاطری ناامیدانه داشت. عشقی که خودش هم نمیتوانست درک کند. باد سرد شروع به وزیدن کرد. روزها سردتر و کوتاهتر می شدند و برفها یخ می بستند. پیرمردها یخها را می شکستند. پیرزنها دور خودشان می چرخیدند تا شب برسد. مادرها 3 ماه زیر نور شمع مردان را تغذیه می کردند و مردها نیمه شبها به دنبال برههای گم شده زیر برفها می گشتند. مردان جوان تا مچ پا داخل برف می رفتند تا شیر بدوشند و دختران جوان هنگام غذا پختن در شعله های آتش تصویر مردان جوان خوشتیب را در نظرشان تجسم می کردند و در پایین برکه جوجه اردک مجبور بود سریع‌تر شنا کند تا بتواند جایی در میان یخ‌ها برای خود پیدا کند.
یک روز صبح که جوجه اردک در میان یخها خوابش برده بود، احساس کرد که دارد میمیرد. دو اردک وحشی به سمتش آمدند. آنها جوجه اردک را برانداز کردند و به او گفتند تو خیلی زشتی، هیچ کاری نمیتونیم برات بکنیم، و بعد پرواز کردند و از پیش او رفتند. خوشبختانه یک کشاورز از راه رسید و با شکستن یخها توانست جوجه اردک را نجات بدهد. او اردک را برداشت و زیر کتش گرفت و به سمت خانه به راه افتاد. در خانه کشاورز بچه ها دستشان را دراز کردند تا جوجه اردک را بگیرند. اما او خیلی ترسیده بود. با بال بال زدنهایش گرد و خاکی بلند کرد که روی کره ریخت. از آنجا پرید وسط ظرف شیر و همینطور که خیس و گیج تقلا می کرد بیرون بیاید، افتاد درون ظرف آرد. زن کشاورز با جارو دنبالش افتاد. بچه ها جیغ می کشیدند و می خندیدند. جوجه اردک توانست از در مخصوص گربه ها فرار کند و خودش را به بیرون برساند و نیمه جان درون برف ها افتاد. از آنجا با تقلا سعی کرد خودش را به برکه دیگر و خانه دیگر برساند و باز هم برکه دیگر و خانه دیگر و تمام طول زمستان را به همین منوال گذراند و بین مرگ و زندگی در حال تقلا بود. سرانجام نفس گرم بهار دوباره از راه رسید و پیرزنان شروع کردند به تکاندن رخت خوابهای پرشان و پیرمردها زیرپوشهای بلندشان را درآوردند. نوزادها شبها متولد می شدند در حالی که پدران در حیاتها زیر آسمان پرستاره استراحت می کردند. در طول روز دختران جوان گلهای نرگس لابلای موهایشان می گذاشتند و پسران جوان هم آنها را تماشا می کردند. و در نزدیکی همانجا آب برکه گرمتر و گرمتر می شد و جوجه اردک زشت که روی آب شناور بود بالهایش را می کشید و باز می کرد. بالهایش چقدر بزرگ و قوی شده بودند. انقدر قوی که او را از زمین بلند می کردند. از آن بالا او باغها را در لباس سفیدشان که از شکوفه ها لبریز بود می دید. کشاورزانی را که در حال شخم زدن بودند. جوجه های ریزی که در طبیعت غلط می زدند. سر و صدا و شنا می کردند. همچنین آن سقوی زیبا را که پاییز گذشته در برکه دیده بود در حال شنا کردن دید. همان قوهایی که قلب او را به درد آورده بودند. احساس کرد به طرف آنها کشیده می شود. با خودش فکر کرد نکند آنها طوری رفتار کنند که انگار از من خوششان می آید و بعد وقتی کنارشان رسیدم آنها پرواز کنند و به من بخندند. اما همانطور که قلبش تون تون می تبید به سمت آنها پرواز کرد و روی برکه نشست. به محض اینکه قوها او را دیدند، شناکنان به سمتش رفتند. جوجه اردک با خودش فکر کرد که شک ندارم پایان عمرم فرا رسیده است. اما اگر قرار است کشته شوم، ترجیح می دهم به دست این موجودات زیبا بمیرم تا به دست شکارچیان و همسران کشاورزان یا از سرمای زمستان طولانی. و سرش را خم کرد و منتظر ضربه آنها شد. اما وای خدای من! او در بازتاب آب قوی پوشیده از پرهای سفید را که چشمان تیره‌ای داشت دید. جوجه اردک زشت ابتدا نتوانست خودش را بشناسد، زیرا درست شبیه به آن غریبه های زیبا شده بود. درست شبیه به آنهایی که از راه دور برایشان احترام زیادی قائل بود. و حالا همه چیز برایش روشن شده بود. تخم او به طور تصادفی در میان خانواده اردک ها افتاده بود. او یک قو بود، یک قوی باشکوه و برای اولین بار هم نوعانش نزدیک او آمدند و با نوک بالهایشان و با محبت او را نوازش کردند. قوهای دیگر با چرخیدن به دور او خوش آمد گفتند. بچه هایی که برای غذا دادن به قوها کنار برکه آمده بودند، فریاد زنان گفتند یک قوی جدید اینجاست. پیرزنان کنار آب آمدند تا موهای نقره‌ایشان را باز کنند. مردان جوان دستهایشان را از آب سبز رنگ برکه پر می کردند تا روی دختران جوان که مثل گلبرگ سرخ شده بودند بپاشند. مردان دست از دوشیدن شیر برداشتند تا نفسی تازه کنند. زنان هم دست از کار کشیدند تا کمی با شوهرانشان باشند و با آنها بخندند. و
و پیرمردی داستان‌هایی تعریف می‌کرد از اینکه چقدر جنگ طولانی است و چقدر عمر زندگی کوتاه است. بچه‌ها و قوها هم رقصیدند و ما را ترک کردند و در بهاری دیگر و در پایین رودخانه اردک ماده دیگری روی تخم‌هایش می‌نشیند تا جوجه‌های دیگری بیاورد. مسئله طرد شدن از آن موضوعات بسیار کهن است. بسیاری از قصه ها و داستان ها و افسانه ها حول و حوش این مضمون می چرخند. در این قبیل داستان ها شخصیت اصلی داستان به خاطر رویدادهای بیرونی ظالمانه مورد آزار و شکنجه قرار می گیرد که اغلب به شکل بیتوجهی های دردناک است. گاهی اوقات هم این طرد شدن حاصل معاملهی فریبکارانه است که یک طرف درک درستی از معامله ندارد. جوجه اردک داستان نماد طبیعت وحشی است که هر زمانی که در محیطی قرار بگیرد که دچار کم توجهی شود به طور غریزی سعی در ادامه دادن دارد و مهم نیست که چه اتفاقی بیفتد. ماهیت وحشی به طور غریزی خود صبر می کند و طاقت می آورد. گاهی اوقات به شیوهی خاص و گاهی اوقات هم با کم لطفی، اما دست از مقاومت بر نمی دارد. برای زنان وحشی طول زمان یکی از بزرگترین نقاط قوت است. وقتی جنبه های معنوی یک فرد که هم غریزی هستند و هم هویت معنوی او را شامل می شوند مورد تصدیق و پذیرش روحی یا روانی قرار بگیرد، آن شخص حس زندگی و قدرتی را تجربه می کند که قبلاً هرگز تجربه نکرده است. تشخیص خانواده روحی و روانی برای شخص حس نشاط و سرزندگی و حس تعلق داشتن به ارمغان می آورد. تبعید کودک نامتناسب. دختر بچه هایی که طبیعت غریزی قوی دارند اغلب در اوایل زندگیشان رنج زیادی را تجربه می کنند. از زمان کودکی آنها را اسیر و محدود می کنند و به آنها می گویند که لجباز و نالایق هستند. طبیعت وحشی آنها خیلی زود رشد می کند و آنها بسیار کنجکاو، هنرمند و در زمینه های متعدد عجوبه هستند. اگر این نوع افراد پرورش پیدا کنند، پایه و اساس خلاقیت آنها برای مابقی زندگیشان ساخته می شود. با در نظر گرفتن اینکه زندگی خلاق آب و غذای روح است، این پرورش اساسی بسیار حیاتی است. اما عموماً تبعید و طرد شدن بدون اینکه خود فرد خطایی کرده باشد شروع می شود و با یک سوء برداشت نادیده گرفتن ظالمانه یا بدجنسی عمدی دیگری تشدید می شود. سپس خود اصلی روح در همان ابتدا زخمی می شود. وقتی این اتفاق روی می دهد، دختر شروع می کند به باور کردن تصویرهای منفی که خانواده و فرهنگ در مورد او به او القا می کنند و او باور می کند که این تصاویر نه تنها درست هستند بلکه بدون تعصب و جانبداری عقاید و ترجیحات شخصی هم هستند. دختر شروع می کند به باور اینکه او ضعیف، زشت، غیر قابل قبول است و به این نتیجه می رسد که مهم نیست که او چقدر برای تغییر اوضاع تلاش کند. در هر حال این وضع تا ابد ادامه پیدا خواهد کرد. یک دختر دقیقاً به خاطر همین دلایلی که در داستان جوجه اردک زشت دیدیم طرد می شود. در بسیاری از فرهنگ ها انتظار دارند که وقتی دختری متولد می شود بر اساس معیارها و ارزش های خاصی تربیت شود و رشد کند و به شیوهی رفتار کند که مقبول و مورد احترام جامعه باشد و از یک سری از ارزش ها پیروی کند که طوری نباشد که دیگران را ناراحت کند. در توهمات برخی از والدین فرزندی کامل است که تنها و تنها راه و روش و خواست والدینش را دنبال می کند. اگر فرزندشان طبیعت وحشی داشته باشد، متاسفانه بارها و بارها در معرض تلاش برای جراحی روحی قرار می گیرد. زیرا آنها سعی دارند فرزندشان را از نو بسازند و نیازهای روحی او را تغییر دهند. اگر روح او نیازمند دیدن است، فرهنگ محیط او را خواستار ندیدن می کند. اگر او آرزومند صحبت در مورد حقیقت است، دختر را مجبور به سکوت می کنند. نه روح و نه روان او نمی تواند با این فرهنگ تطبیق پیدا کند.
فشارهای کفایت داشتن و متناسب بودن که در هر جا و بنابر تعریفهای مقامات اعمالگر باشد میتواند کودک را وادار به فرار کند، به پناهگاهی زیرزمینی بکشاند یا مدتهای طولانی سرگردان در جستجوی مکانی برای رشد و آرامش بگردد. مسائل مربوط به طرد شدن زن وحشی معمولاً دو وجهی است، درونی و شخصی و بیرونی و فرهنگی. بیایید در اینجا به مسائل درونی طرد شدن بپردازیم. زیرا وقتی کسی به اندازه کافی نیروی درونیش را رشد دهد، در این حد که خودش چه کسی است و آنچه که به آن تعلق دارد را پیدا کند، می تواند بر جامعه بیرون هم اثرگذار باشد و در آگاه سازی فرهنگی نیز حرفه‌ای عمل کند. قدرت متعادل چیست؟ زمانی که مادر درونی مادری باشد که 100% در مورد قدم بعدی که باید بردارد مطمئن نباشد، متعادل است. اطمینان 75% خوب است. 75% مقدار خوبی برای تعادل داشتن است. انواع مادرها. بیشتر بزرگسالانی که زمانی با مادرشان مشکل داشتند اما حالا دیگر ندارند، هنوز هم نسخه ای از صدای آن مادر را در روان خود دارند که مانند اوایل دوران کودکی آنها عمل می کند و واکنش نشان می دهد. حتی اگر فرهنگ استدلال‌های آگاهانه بیشتری در مورد نقش مادرها را تغییر داده باشد، مادر درونی هنوز هم همان ارزش‌ها و ایده‌هایی که مادر چگونه باید باشد، چگونه عمل کند و همان فرهنگی که در دوران کودکی داشته را به کار می‌بندد. در روانشناسی عمقی کل این معما عقده مادرانه نامیده می‌شود. این یکی از جنبه‌های اصلی روان زن است و سازماندهی شرایط، نیرو بخشیدن به جنبه‌های اصلی، مرتب کردن برخی از آنها، حذف برخی دیگر و در صورت لزوم شروع برخی از آنها مهم است. اردک مادر در داستان چندین ویژگی دارد که ما آنها را یک به یک تجزیه و تحلیل می‌کنیم. ما با بررسی این ساختارهای مادرانه می توانیم تعیین کنیم که آیا عقده مادر درونی ما از خصلت‌های منحصر به فرد درونی ما قاطعانه حمایت می کند یا نیازمند اصلاحی است که مدت‌ها به تعویق افتاده است. مادر مردد. در داستان اردک مادر به اجبار از غرایزش دور افتاده است. او را به خاطر داشتن بچه‌ای متفاوت سرزنش می‌کنند. به لحاظ عاطفی دچار تناقض می‌شود و در نتیجه مردد می‌شود و نهایتاً از مراقبت از بچه غریبه صرف نظر می‌کند. اگرچه در ابتدا تلاش می‌کند تا محکم ایستادگی کند، اما متفاوت بودن جوجه اردک باعث به خطر افتادن امنیت مادر در میان هم‌نوعان خود می‌شود. او در نهایت سرش را پایین می اندازد و در خودش فرو می رود. حتی تا الان هم هنوز مادرانی هستند که بر اساس ترس‌های موجهشان که زنان در قرن‌ها پیش با آنها مواجه بودند عمل می کنند. خارج از موازین جامعه عمل کردن باعث طرد شدن و در نهایت بدگمانی می شود و در بدترین حالت موجب دستگیری و نابودی فرد می شود. زنی که در چنین محیطی قرار می گیرد، اغلب سعی خواهد کرد دخترش را طوری قالب بندی کند و شکل بدهد که او نیز رفتاری متناسب با جهان بیرونی داشته باشد که امیدوار است به موجب آن دخترش و خودش را از حمله نجات دهد. هر مادری که تحت چنین فشاری بوده است این وضعیت را تشخیص می دهد. از یک طرف او می خواهد مورد قبول افراد روستا یا جامعهش باشد، از طرف دیگر مسئله مراقبت از خودش است و طرف سومی هم هست که در پاسخ به ترس اینکه او و فرزندش مجازات شوند، تحت تعقیب قرار بگیرند یا به وسیله مردم روستا کشته شوند به وجود می آید. این طرز یک واکنش طبیعی به یک تهدید غیر طبیعی روانی یا خشونت روانی است. طرف چهارمی که مادر را دچار تردید می کند، عشق غریزی مادر به فرزندش است و غریزه محافظت از او. ویران کننده ترین شرایط فرهنگی که یک زن در آن متولد می شود و زندگی می کند، فرهنگی است که اصرار بر این داشته باشد که زن بدون مشورت با روح خود از قوانین تبعیت کند.
فرهنگ هایی که آیین عشق ورزی و بخشش در آنها نیست، فرهنگ هایی که زنان را مجبور می کنند بین روح و جامعهشان یکی را انتخاب کنند، فرهنگ هایی که شفقت به دیگران را با دیواری از رده های اقتصادی یا نظام های قراردادی از هم جدا می کنند، فرهنگ هایی که جسم را نیازمند طهارت و پاکیزگی می دانند یا مقدس می پندارند که با حکم حاکم باید به نظم درآید. در فرهنگ هایی که چیزهای نو، غیر معمول یا تولیدات متفاوت مورد قبول قرار نمی گیرند و در فرهنگ هایی که کنجکاوی و خلاقیت به جای اینکه پاداش داده شوند مورد تنبیه و انکار واقع می شوند یا زمانی پاداش داده می شوند که آن فرد یک زن نباشد، فرهنگی که اعمال دردناک بر سر جسم می آورند و آن را مقدس می انگارند یا فرهنگ هایی که در آن زنان ناعادلانه تنبیه و مجازات می شوند، در فرهنگ هایی که روح به عنوان یک وجود مستقل و درست و بجا تلقی نمی شود. چه این مسائل از ساختاری درونی نشأت گرفته باشند یا از فرهنگی بیرونی، برای اینکه عملکرد مادرانه بتواند در برابر چنین موانعی بایستد، زنان باید ویژگی های نیرومندی کسب کنند، ویژگی هایی که در بسیاری از فرهنگ ها خصلت های مردانه تلقی می شوند. متاسفانه نسل هاست که مادرانی که می خواستند در خود و در فرزندانشان حس عزت نفس را پرورش دهند به ویژگی هایی نیاز داشتند که به صراحت برایشان منع شده است. غیظ و غضب، نترس بودن و با ابهت بودن. برای اینکه مادری بتواند با شادمانی فرزندی تربیت کند که تا حدودی یا تا حد زیادی در نیازهای روحی و روانیش متفاوت از فرهنگ حاکم باشد، باید ابتدا از ویژگی‌های قهرمانانه در خودش شروع کند. او باید بتواند مانند قهرمانان اسطوره‌ای این ویژگی‌ها را پیدا کند و به دستشان بیاورد، از آنها نگهداری کند و در زمان مناسب آنها را به کار ببندد و به خاطر خودش و اعتقاداتش ایستادگی کند. تقریباً هیچ راهی وجود ندارد تا فرد را برای این کار آماده کند جز اینکه شخص شجاعت به خرج بدهد و بعد اقدام کند. از زمانهای بسیار دور تا کنون، عمل قهرمانانه یعنی توجه به بی اثر کردن تردیدها و دودلیها. مادر فرو پاشیده. هرگاه مادری به لحاظ روانشناختی فرو می ریزد، به این معناست که او حسش را نسبت به خودش از دست داده است. به احتمال زیاد او از خود وحشی و غریزیش جدا مانده و ترس او از یک تهدید واقعی روانی یا جسمی باعث فرو پاشی او شده است. وقتی مردم کم می آورند، معمولاً به یکی از این سه حالت دچار می شوند. حالت گیجی، سردرگم می شوند، در خودماندگی، این احساس را دارند که کسی به اندازه کافی با درد آنها همدردی نمی کند، افسوس، یادآوری احساسی که یک زخم کهنه در دورانی که خودشان کودک بودند رخ داده و اغلب عادلانه اصلاح و ترمیم نشده است. زمانی که مادری مجبور به انتخاب بین فرهنگ و فرزند می شود، چیزی ظالمانه و نسنجیده در آن فرهنگ وجود دارد. فرهنگی که برای تبعیت از دستورالعمل‌های آن نیاز است که روح کسی صدمه ببیند، در واقع فرهنگی بسیار بیمار است. این فرهنگ می تواند فرهنگی باشد که زن در آن زندگی می کند، اما بدتر از آن این است که می تواند فرهنگی باشد که زن آن را در ذهنش حمل می کند و یا با آن موافقت می کند. در ادوار مختلف و در سراسر جهان رسم بر این بوده که زنان نباید آنطور که می خواهند و دوست دارند عاشق کسی باشند یا از کسی حمایت کنند. نسل هاست که زنان نقش مشروعیت انسانی از طریق ازدواج با یک مرد را پذیرفتند. آنها پذیرفتند که انسان تا زمانی که مردی آنها را تأیید نکرده باشد قابل قبول نیست. بدون حمایت جنس مذکر مادر آسیب پذیر است. به صورت کنایه آمیز در داستان جوجه اردک زشت یک بار فقط از پدر نام برده شد که آن هم زمانی بود که اردک مادر روی تخم جوجه اردک نشسته بود. او با تأسف در مورد پدر جوجه هایش حرف می زند و می گوید آن رز تو این مدت حتی یک بار هم به من سر نزده.
مدت هاست که در فرهنگ ما پدر متاسفانه و به خاطر هر دلیلی که دارد نتوانسته یا نخواسته که به خاطر کسی و حتی به خاطر خودشان حضور داشته باشند. آنچه به راحتی میتوان در موردش گفت این است که برای بسیاری از دختر بچه های وحشی پدر مردی شکست خورده است که تنها سایه‌اش خودش را هر شب کنار کتش آویزان می‌کند. وقتی زنی ساختار یک مادر فروپاشیده را درون روان خود دارد، در مورد ارزش‌هایش دچار تردید می‌شود. ممکن است احساس کند که انتخاب بین تحقق خواسته‌های دیگران در دنیای بیرونی و تقاضاهای روحش مسئله مرگ و زندگی است. ممکن است احساس کند غریبه ای آزار دیده است که به هیچ کجا تعلق ندارد، که چنین چیزی برای یک آدم طرد شده معمولی است، اما آنچه که عادی نیست این است که بنشیند و گریه کند و کاری برایش انجام ندهد. آدمی باید روی پایش بایستد و به سمت جایی که به آن تعلق دارد حرکت کند. برای کسی که طرد شده این گام بعدی است و برای زنی که درون خود مادری فروپاشیده دارد این حرکت کردن گاهی اساسی و مهم است. زنی که چنین مادری درون خود دارد باید از اینکه خودش هم تبدیل به مادری فروپاشیده در دنیای بیرون شود اجتناب کند. مادر خردسال یا مادری که مادر ندیده. در داستان مادری که آنقدر اصرار به داشتن فرزند دارد سرانجام از فرزندش روی برمی‌گرداند. دلایل زیادی وجود دارد که انسان یا مادران بدین صورت عمل می کنند. ممکن است خودش زنی باشد که مادر ندیده باشد. ممکن است یکی از مادرهای شکننده‌ای باشد که به لحاظ روانی خیلی جوان و خام باشد. ممکن است به لحاظ روانشناختی آنقدر هویتش را از دست داده باشد که خودش را حتی لایق عشق کودکی نداند. ممکن است آنقدر از خانواده و فرهنگش آسیب خورده باشد که نتواند خود را لایق نوازش کهن الگوی مادر برگزیده که کارش همراهی کردن با مادر درون اوست را در خود حس کند. همانطور که میبینید تنها یک راه برایش وجود دارد. مادر باید همانطور که در حق فرزند خود مادری میکند برای خودش هم مادری کند. از زمانهای گذشته این وظیفه به عهده زنان پیرتر قبیله یا روستا بوده است. این الهه های مادری بشرگونه که بعدها عنوانشان به خاطر مذهب و فرهنگ به مادرخوانده تغییر کرد، تشکیل دهنده ساختار ضروری سیستم تغذیه کننده زنان به زنان بودند که به موقع مادران خود را تغذیه می کردند و به آنها می آموختند و در عوض آنها هم فرزندانشان را پرورش می دادند. زنان پیر مانند ستونهایی از دانش غریزی و رفتارهایی بودند که می توانستند روی مادران جوان سرمایه گذاری کنند. زنان این دانش و خرد را از طریق کلام به هم منتقل می کردند، اما همچنین مفاهیم دیگری هم برای انتقال بود. پیام‌های پیچیده‌ای که چیستی و چگونگی چیزی را تنها با یک نگاه ساده، یک تماس دست، یک نجوا یا آغوشی که به معنای تو برایم عزیزی بود را به راحتی منتقل می‌کردند. خیشتن غریزی همیشه آیندگان را مورد رحمت و یاری قرار می‌دهد. در میان موجودات سالم و انسان‌های سالم هم همینطور است. بدین ترتیب مادر خردسال به آستانه مادرهای بالغ پا می‌گذارد. در بیشتر کشورهای صنعتی دنیا امروزه مادران جوان بچه می‌آورند و تلاش می‌کنند که خودشان به تنهایی از پس تغذیه و پرورش نوزادشان بر بیایند. این بخش تراژیک تناسب‌های عظیم با دنیای بیرون است. زیرا بسیاری از زنانی که متولد می شوند، مادران شکننده، مادران خردسال و مادران مادر ندیده هستند که احتمالاً خودشان دارای چنین مادرهای خود مادر شده ای درونشان هستند. زنی که ساختار مادر خردسال یا مادر مادر ندیده در روانش دارد یا در فرهنگ و خانواده و جایی که در آن کار می کند چنین ویژگی هایی مورد تأیید هستند، احتمالاً از خام بودن، فقدان هویت و به ویژه توانایی غریزی ضعیف برای تصور و پیشبینی آنچه که در یک ساعت بعد یا یک هفته و یک ماه بعد و یک سال بعد و 5 سال و 10 سال دیگر رخ می دهد رنج می برند.
گاهی اوقات مادر شکننده خودش قویی بوده که اردک ها او را بزرگ کردند. او نتوانسته به موقع به هویت واقعی خودش پی ببرد تا بتواند به نفع فرزندش عمل کند. بعد زمانی که دخترش بزرگ می شود و به اسرار بزرگ طبیعت وحشی زنانه در بزرگسالی پی می برد، مادر نیز می فهمد که خودش هم نشانه هایی از انگیزه ها و آرزوهای قورا در خودش داشته است. جستجوی دختر به دنبال هویت خیش ممکن است حتی منجر به سفر تازه مادر به دنبال نیمه گمشده خودش بیانجامد. بنابراین در خانه بین مادر و دختر دو روح وحشی وجود دارد که در اعماق دست یکدیگر را گرفتند و امیدوارند که به بالا خوانده شوند. مادر قوی، فرزند قوی. راه چاره مادری کردن برای مادر جوان درونی است. درمانی که از طریق زنان واقعی جهان بیرون به دست می آید. زنان پیرتر و عاقلتر و کاملتری که مانند فولاد آب دیده هستند. زنانی که به خاطر سختی های زیاد در زندگیشان قوی تر شدند. حتی اگر شما خارق العاده ترین مادر دنیا هم داشته باشید، باز هم می توانید مادرانه بیشتری داشته باشید. در میان همه آنها کسانی را پیدا خواهید کرد که بیشترین نیاز را به آنها دارید. ارتباط شما با این مادران به احتمال زیاد پیشرفت می کند، زیرا نیاز به راهنمایی و توصیه هرگز تمام نمی شود و از دیدگاه زندگی خلاق و عمیق زنان هم نباید پایان بپذیرد. با این حال برخی از کسانی که امروزه در حوزه روانشناسی می نویسند ترک کردن کل قلمروی مادری را تبلیغ می کنند و باور دارند که اگر شخص این کار را نکند تا همیشه گرفتار خواهد بود. و اگرچه برخی می گویند که نفی کردن مادر بیرونی برای سلامت روان فرد خوب است، در حقیقت ساختار و مفهوم مادر وحشی را نمی توانند و نباید نادیده بگیرند. ما به جای رهایی از دست مادر به دنبال مادر وحشی و خردمند هستیم. ما نمی خواهیم و نباید از او جدا شویم. رابطه ما با این مادر روحی بارها و بارها دگرگون می شود. همانند طبیعت، روح و روان نیز سرمنشه‌ای دارند که حیرت انگیز است. مانند گرگ‌ها و دیگر موجودات، روح و روان هم می توانند با کمی غذا زنده بمانند و گاهی هم برای مدت‌های طولانی بی هیچ غذایی زنده بمانند. از نظر من چنین چیزی معجزه است. یک روز داشتم گل زنبقی را قلمه می زدم. بوته‌ای بزرگ که به دلایلی خشک شده بود. اما ما بقیه بوته ها هنگام بهار پر از شکوفه های ارغوانی می شدند. وقتی ریشه آن بوته خشک را از خاک درآوردم، مثل پوسته بادام زمینی شکست و خرد شد. من متوجه شدم که سیستم ریشه های آن بوته به همه زنبق های دیگر چسبیده است و مانند یک حصار به هم متصلند. از آن حیرت انگیزتر این بود که آن بوته مادر بود. زخیمترین و قدیمیترین ریشه ها را همین بوته داشت، در صورتی که خود بوته ریشه هایش پوسیده بود، بقیه بچه های او سالم بودند. تولید مثل زنبق ها به شکلی است که آن را سیستم مکنده می نامند، به طوری که هر درخت ریشه انشعابی است از یک مادر اولیه. در این سیستم حتی اگر مادر از بین برود، بچه های او می توانند زنده بمانند. این یک الگوی روانی است، وعده ای به کسانی که در دوران کودکی بهره ای از مادر نبردند یا بهره کمی داشتند یا شکنجه های مادری داشتند. حتی اگر مادر کاملا سقوط کرده باشد و حتی اگر چیزی برای ارائه نداشته باشد، فرزندش به طور مستقل رشد و پیشرفت خواهد داشت و شکوفا خواهد شد. همراه بد. جوجه اردک زش به این طرف و آن طرف می رود و سعی می کند جایی برای ماندن و استراحت پیدا کند. اما غریزه او برای این که بتواند جای مناسبی پیدا کند کاملا رشد نیافته است. غریزه تا وقتی که شخص نفهمد که چه چیزی نیاز دارد و برایش خوب است سرگردان می ماند. این جستجو به دنبال عشق و محبت در جای اشتباه واکنشی به طرد شدن است.
زمانی که زنی مدام رفتار وسواسگونه ای را تکرار می کند، بارها و بارها رفتاری را در پیش می گیرد که به جای سرزندگی و نشاط باعث ناراحتیش می شود، به خاطر اینکه خودش را از طرد شدن و بیتوجهی نجات دهد، بیشتر به خودش آسیب می زند. زیرا زخمهای اصلی او هنوز مداوا نشدند و او هر بار زخمی تازه به خود می زند. انتخابهای بعد چند راه حل دارند. یک زن باید بتواند بنشیند و به دقت به درون قلبش بنگرد و بتواند نیازش به داشتن استعداد، موهبت‌هایش و محدودیت‌هایش را با احترام تصدیق کند و بپذیرد. بنابراین برای شروع درمان خودتان را گول نزنید که کمی مسکن و گذاشتن مرهم میتواند پای شکسته را درمان کند. در مورد زخم‌هایتان رو راست باشید و حقیقت را ببینید. بعد تصویری واقعی از درمان خواهید داشت. هر چرا که راحت تر است یا به محض دراز کردن دستتان در دسترس شماست انتخاب نکنید. برای پیدا کردن درمان درست به جستجو کردن ادامه بدهید. این درمان را به موقع تشخیص خواهید داد، زیرا به جای اینکه ضعیفتان کند قوی تر خواهید شد. درست به نظر نمی رسد. مانند جوجه اردک زشت، فرد مطرود نیز می تواند خود را از موقعیت هایی که می تواند دست به عمل بزند اما هنوز درست به نظر نمی رسند دوری کند. برای مثال جوجه اردک می تواند به خوبی شنا کند اما هنوز خوب به نظر نمی رسد. متقابلا ممکن است زنی هم خوب به نظر برسد اما ممکن است نتواند به درستی رفتار کند. مثال‌های زیادی در مورد کسانی که نمی‌توانند آنچه هستند را پنهان کنند وجود دارد و البته غالباً هم نمی‌خواهند که اینطور باشند. در داستان جوجه اردک دست به رفتاری ابلهانه می‌زند، یعنی مانند کسی که نمی‌تواند هیچ کاری را درست انجام دهد دست پاچلفتی است. او گرد و خاک را روی کره می‌ریزد، توی ظرف آرد می‌افتد و به محض اینکه می‌خواهد بیرون بیاید توی ظرف شیر می‌افتد. همه ما چنین لحظاتی را داشته‌ایم، لحظاتی که نمی‌توانیم هیچ کاری را درست انجام دهیم. سعی می‌کنیم درستش کنیم اما بدتر می‌شود. جوجه اردک در آن خانه کاری نداشت اما می‌بینید که چه اتفاقی می‌افتد. زمانی که ناامید و آشفته هستید، به جای اشتباهی می‌روید و کارهای اشتباهی انجام می‌دهید. اگرچه پل زدن و ارتباط گرفتن با گروهی که به آن تعلق ندارید می تواند مفید باشد و مهم است که سعی می کنید مهربان باشید، اما این هم لازم است که زیاد از حد برایش مایه نگذارید و تعادل را حفظ کنید. نباید بیش از حد بر این باور باشید که اگر صرفاً کسی کاری را درست انجام دهد، اگر کسی بتواند کاملاً موجودات وحشی را دربند کند، آن شخص واقعاً میتواند به خوبی راه پیدا کند، بدیها را مهار کند و به خانومی خوب و مطیع و رام تبدیل شود. این همان طرز عمل و نوعی خواسته نفسانی است که خیلی هزینه بردار می شود. همان عملی که باعث می شود ارتباط روان با زن وحشی قطع شود. به جای زن سرزنده زن خوبی دارید که پنجه هایش قطع شده است. زنی با رفتار خوب، با نیتی خوب، زنی عصبی که سعی می کند خوب باشد. نه، بهتر است از این احساسات دوری کنید و سعی کنید آنچه که هستید باشید و بگذارید دیگران هم خودشان باشند. احساسات یخزده، خلاقیت یخزده. زنان با طرد شدن به شیوه های دیگری نیز برخورد می کنند. مانند جوجه اردک که در یخهای برکه یخ زد، زنها هم یخ می زنند. یخ زدن بدترین کاری است که کسی می تواند انجام دهد. یخ زدن بوسه مرگ بر روی خلاقیت، رابطه و زندگی است. برخی از زنان طوری رفتار می کنند که انگار یخ زدن دستاورد است. این طور نیست. یخ زدن واکنش تدافعی خشم است. برای انسان‌ها یخ زدگی به معنای از روی عمد بی احساس بودن است، به ویژه نسبت به خودشان. همچنین گاهی اوقات نیز فراتر از آن رفته و این بی احساس بودن نسبت به دیگران هم رخ می دهد.
در حالی که این مکانیزم محافظت از خود برای روح و روان دشوار است، زیرا روح نمیتواند به سردی و یخزدگی واکنش نشان بدهد، یک نگرش یخزده آتش خلاق زنان را خاموش میکند و مانع از عمل کرده خلاقانه آنها میشود. این یک مشکل جدی است، اما این داستان یک ایده به ما میدهد. یخ را باید شکست و روح را از یخزدگی بیرون کشید. برای مثال وقتی نویسنده ای احساس می کند که قلمش خشک 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 است، می داند که راه حل راه افتادن آن این است که بنویسد. اما اگر آنها در یخ قفل شوند دیگر نمی نویسند. نقاش هایی هستند که خیلی دلشان می خواهد نقاشی کنند، اما به خودشان می گویند بیخیال شو، کار تو عجیب غریب و زشت است. هنرمندان زیادی هستند که هنوز جای پای خوبی پیدا نکردند، یا کسانی هستند که در کار خودشان حرفه‌ای هستند و زندگی خلاقانهشان پیشرفت خوبی دارد، اما هنوز هر زمان که قلم یا قلمو یا ادوات نقاشی به دست می‌گیرند این صدا را می‌شنوند که می‌گوید تو چیزی نیستی به جز دردسر، کار تو بی ارزش و غیر قابل قبول است، به این خاطر که خودت بی ارزش و غیر قابل قبول هستی. پس راه حل چیست؟ همان کاری را کنید که جوجه اردک کرد. پیش بروید. تقلا کنید، قلم را بردارید و روی کاغذ بگذارید و دست از ناله کردن بردارید. بنویسید. قلم را بردارید و خودتان را به تغییر ترغیب کنید. نقاشی بکشید. دست از حرف زدن بردارید، حتی یک کلمه هم نگویید، مگر اینکه خواننده باشید. خودتان را در اتاقی محبوس کنید یا زیر سقف آسمان بروید و هنرتان را خلق کنید. در کل چیزی که حرکت کند یخ نخواهد زد. پس حرکت کنید و به حرکت ادامه دهید. غریبه ای رهگذر. شخصی که ما را از یخ بیرون می کشد ممکن است کسی باشد که ما را به لحاظ روانشناسی از بی احساس بودن نجات می دهد. و لزوماً این شخص همانی نیست که ما متعلق به او هستیم. ممکن است همانند موضوع داستان از آن دست رویدادهای جادویی و زودگذر باشد که زمانی برای من رخ می دهد که انتظارش را نداریم و رفتار و عملی مهربانانه از جانب یک غریبه رهگذر است. این مثال دیگری از پرورش روح است که زمانی رخ می دهد که فردی به آخر خط رسیده باشد و تحملش تمام شده باشد. بعد ناگهان چیزی زودگذر و موقتی از جایی که معلوم نیست کجا ظاهر می شود و به شما کمک می کند. بعد هم در تاریکی شب ناپدید می شود و شما را در تحیر از اینکه او انسان بود یا روح ترک می کند. چیزی که از آن صحبت می کنیم قصه پریان نیست، بلکه زندگی واقعی است، آنچه که باید باشد و هست. زمانی است که روح به طریقی یا به روش‌های مختلف به کمکمان می‌آید و ما را تغذیه می‌کند، ما را بیرون می‌کشد، مسیرهای مخفی را به ما نشان می‌دهد، مکان‌های پنهان و راه فرار را نشانمان می‌دهد، و اینها همه زمانی به سراغ ما می‌آیند که احساس می‌کنیم در طوفانی از تاریکی یا آرامش و سکونی تاریک قرار گرفته‌ایم که ما را به تونل مرحله بعدی هل می‌دهد. مرحله بعدی که در آن به قدرت طرد شدن پی میبریم. موهبت طرد شدن. اگر شما سعی کردید که خودتان را به قالبی در بیاورید و در انجام آن شکست خورده اید، احتمالاً خوششانس هستید. شاید طرد شده باشید، اما از روحتان محافظت کرده اید. این پدیده عجیب زمانی رخ می دهد که شخصی تلاش می کند خودش را تثبیت کند و قالب بزند، اما شکست می خورد. اگرچه او از مسیری که در آن در حال حرکت است رانده و طرد می شود، اما همان موقع در آغوش خیشاوندان روحی واقعی خودش جای می گیرد. حال این آغوش یک واحد مطالعاتی باشد یا شکلی از یک هنر یا گروهی از آدم ها. این خیلی بدتر است که در جایی بمانیم که بدان تعلق نداریم تا اینکه سرگردان باشیم و گم شویم و در جستجوی اقوام روحی و معنوی خود که به آنها نیاز داریم بگردیم. این اصلا اشتباه نیست که ما در جستجوی چیزی باشیم که به آن نیاز داریم. به هیچ وجه اشتباه نیست. طرد شدن چیزی نیست که کسی از روی تفنن طالب آن باشد، اما چیزی که از آن به دست می آید غیر منتظره است. هدایا و موهبت های تبعید بی شمار است.
کوبیدن فرد ضعف را از وجود او بیرون می کشد. ناله ها را از او می زداید. به او بصیرتی درونی می بخشد. شهود و درکش را بالا می برد و به او قدرت مشاهده تیزبینانه و زاویه دیدی به درون خودش می بخشد که در غیر این صورت نمی توانست به آنها دست پیدا کند. اگرچه طرد شدن جنبه های منفی هم دارد، روان وحشی می تواند آن را تاب بیاورد. طرد شدن باعث می شود که ما مشتاق آزادی بیشتر طبیعت حقیقی من باشیم و باعث می شود خواهان فرهنگی مطابق با وضعیت جدید من باشیم و این خواستنها شخص را به ادامه دادن ترغیب می کند. سبب می شود که افراد به جستجو ادامه دهند و اگر نتوانند فرهنگی پیدا کنند که آنها را در این راه تشویق کنند، معمولاً بعد خودشان تصمیم می گیرند که چنین فرهنگی بسازند و این چیز خوبی است. زیرا اگر فردی آن را بسازد، دیگرانی که مدتها در جستجوی آن بودند به شکل اسرارآمیزی یک روز از راه می رسند و با اشتیاق ادعا می کنند که آنها هم تا کنون به تنهایی در جستجوی چنین چیزی بودند. گربه های ژولیده و مرغ های لوچ دنیا. گربه ژولیده و مرغ لوچ آرزوهای جوجه اردک را احمقانه و بیمعنی می بینند. این زاویه دید آنهاییست که احساسات و ارزش‌های دیگران را که مانند احساسات و ارزش‌های خودشان نیستند را تقبیح می‌کنند. چه کسی از گربه انتظار دارد آب دوست داشته باشد؟ چه کسی از مرغ انتظار دارد که شنا کند؟ البته که هیچ کس، اما بیشتر اوقات از نقطه نظر طرد شدند، وقتی آدم‌ها شبیه به هم نیستند، این فرد مطرود است که دست پایین گرفته می شود و محدودیت‌ها و انگیزه هایش درست ارزیابی و سنجیده نمی شود. بیایید بگوییم که در اینجا جوجه اردک همان تجربه‌ای را دارد که هزاران زن مطرود داشتند، یعنی ناسازگاری اساسی با اشخاصی که مشابه او نیستند که خود فرد هم در آن تقصیری ندارد. هرچند اغلب زنان آنقدر مهربان و متواضع هستند که شخصا تقصیر همه چیز را به عهده می‌گیرند. جوجه اردک چیزهایی می‌داند اما حس تشخیص ندارد. او مادر ندارد و در زیربنایی ترین سطح چیزی نیاموخته است. به یاد داشته باشید که مادر است که با آموزش می تواند استعدادهای فرزند تازه متولد شده را پرورش دهد. در میان حیوانات نیز مادر است که به فرزندانش شکار کردن را می آموزد. دقیقا به آنها نمی گوید که چگونه شکار کنند، زیرا این استعداد از قبل در ذات همه آنها هست، بلکه به آنها می آموزد که چطور مراقب باشند، توجهشان را چگونه به شکار معطوف کنند. اینها را نمی دانند تا زمانی که مادر به آنها بیاموزد. در نتیجه یادگیری چیزهای تازه، خرد درونی آنها فعال می شود. این موضوع در مورد زنانی که طرد شده‌اند نیز صدق می‌کند. اگر زنی جوجه اردک زشتی باشد که مادر ندیده باشد، غرایزش فعال نمی‌شود. او در عوض با آزمون و خطا کردن می‌آموزد. معمولاً هم آزمون‌های زیاد و خطاهای بیشتر. اما امید هست، زیرا شما خواهید دید کسی که طرد شده هرگز تسلیم نمی‌شود. او به تلاشش ادامه می دهد تا راهنما پیدا کند، رد پایی بیابد تا بتواند آن را دنبال کند و راه خانه را پیدا کند. گرگ ها زمانی که حس تشخیص و بویایی خود را از دست می دهند خنده‌دار رفتار می کنند. آنقدر تقلا می کنند تا دوباره آن را به دست بیاورند. به هوا می پرند، دور خودشان می چرخند، زمین را با پنجه هایشان شخ می زنند و بو می کشند. زمین را می کنند و عقب و جلو می پرند و بعد سر جایشان خشکشان می زند. طوری نگاه می کنند که انگار عقلشان را از دست دادند. اما آنچه که آنها واقعاً انجام می دهند دنبال کردن سرنخی است تا بتوانند پیدایش کنند. آنها سرنخها را در هوا می قاپند. ششهایشان را با بوهای اطرافشان پر می کنند تا بدانند که چه کسی اخیراً از آنجا عبور کرده است. گوشهایشان را مانند آنتن ماهواره می چرخانند تا علائم ارسال شده را از دورها دریافت کنند. و وقتی همه سرنخها را پیدا کردند می فهمند که باید چه کار کنند.
همینطور زنی هم که تماس خود را با زندگی که بیشترین ارزش را برایش دارد و در حال تلاش و تکاپو برای بازیابی آن است از دست بدهد، ممکن است آشفته به نظر برسد. او بیشتر اوقات در حال جمع‌آوری اطلاعات، بو کشیدن و کندن زمین است. بهترین کاری که کسی میتواند برای او انجام دهد این است که به طور مختصر به او بگوید که دارد چه کار میکند. بعد او را به حال خودش رها کند. به محض اینکه او اطلاعاتی را که از سرنخ‌ها جمع‌آوری کرده پردازش کند، دوباره به شیوه دلخواه خود زندگی تازه‌ای را در پیش می‌گیرد. به یاد داشتن و ادامه دادن به هر قیمتی. در داستان جوجه اردک زشت زمانی که پرواز قوها در آسمان را می‌بیند، اشتیاق کسب معرفت در او بیدار می شود و از همان یک رویداد و یادآوری او از آن تصویر پایدار است که این اشتیاق پدید می آید. من با زنی کار می کردم که تقریباً به پوچی رسیده بود و به خودکشی فکر می کرد. روزی تار تنیدن عنکبوتی روی ایوان خانه‌اش توجه او را جلب کرد. دقیقاً آنچه در عمل تار تنیدن عنکبوت بود توانست یخهای اطراف روح او را بشکند و روحا او را آزاد کند و او دوباره شروع به رشد کردن کند. ما هرگز نمی‌دانیم که آن رویداد چه بود، اما من هم به عنوان یک روانشناس و هم به عنوان تحلیلگر قصه متقاعد شدم که بیشتر اوقات چیزهای طبیعی بیشترین میزان شفابخشی را دارند، به ویژه آنهایی که در دسترس هستند و بسیار ساده به نظر می رسند. داروهای طبیعت قدرتمند و ساده هستند. یک کفش دوزک بر روی پوست سبز هندوانه، علفهای هرز در میان بوته گلهای سرخ، یک شهاب سنگ و حتی بازتاب رنگین کمان بر روی شیشهی در خیابان می تواند داروی مناسبی باشد. ادامه دادن و پایداری چیز عجیبی است. انرژی عظیمی را آزاد می کند. می تواند از یک ماه تا 5 دقیقه تفکر عمیق در کنار آبی آرام تغذیه شود. یک نکته جالب در مورد گرگ ها این است که مهم نیست چقدر بیمار باشند. مهم نیست چقدر منزوی یا تنها، ترسیده یا ضعیف باشند. گرگ ها به راهشان ادامه می دهند. ماده گرگ حتی با پای شکسته هم به راهش ادامه می دهد. او آنقدر می رود تا نزدیک گروه هم نوعانش برسد تا از او حمایت کند. او با قدرت تمام با هرچه سر راهش قرار بگیرد مبارزه می کند. بر آنها فائق می شود و آنها را پشت سر می گذارد. او نیرویش را برای نفس پشت نفس حفظ می کند. حتی اگر لازم باشد خودش را کشان کشان پیش می برد. اصالت طبیعت وحشی این است که ادامه می دهد. نگه دارنده و محافظ است. این چیزی نیست که ما آن را انجام دهیم. این چیزیست که ما هستیم. ماهیت غریزی و طبیعی ماست. زمانی که نمی توانیم شکوفا شویم آنقدر ادامه می دهیم تا دوباره رشد کنیم. اگر زنان مجبور شوند آسمان آبی را روی دیوارهای زندان نقاشی می کنند. اگر کلافهایشان را بسوزانند آنها بیشتر می بافند. اگر محصولاتشان نابود شود فوراً بذرهای بیشتری می کارند. زنها جایی که هیچ دری نیست در می کشند و درها را باز می کنند و از میان آنها عبور می کنند. به راه‌های تازه و زندگی‌های تازه قدم می‌گذارند، زیرا طبیعت وحشی اصرار می‌ورزد و پیروز می‌شود. زنان هم اصرار می‌ورزند و پیروز می‌شوند. عشق به روح. پایداری کنید و ادامه بدهید. کارتان را انجام دهید. راهتان را پیدا خواهید کرد. در پایان داستان قبل از اینکه جوجه اردک بفهمد که قو است، قوها می‌فهمند که او یکی مانند خودشان است. در مورد زنان مطرود نیز همین طور است. بعد از آن همه سرگردانی های سخت، زنان موفق می شوند از مرزها بگذرند و به قلمروی خانه خود برسند و اغلب همان موقع متوجه این نمی شوند که دیگر نگاه های مردم تحقیر آمیز نیست و اگر نگاه هایشان محترمانه و تایید کننده هم نباشد دست کم خنثاست. شاید کسی فکر کند حالا که آنها از روحشان پیروی می کنند بسیار شاد خواهند بود، اما نه،
آنها حداقل تا مدتی بسیار بی‌اعتماد خواهند بود. از خودشان می‌پرسند آیا مردم واقعاً به من توجه و علاقه دارند؟ آیا واقعاً من اینجا در امان هستم؟ آیا باز هم مرا تعقیب می‌کنند؟ آیا می‌توانم راحت هر دو چشمم را ببندم و بخوابم؟ درست است که حالا مانند یک غول رفتار کنم؟ بعد از مدتی این شک و تردیدها برطرف می شوند و مرحله بعدی می رسد. مرحله بازگشت به خود. پذیرش زیبایی منحصر به فرد خود، یعنی پذیرش روح وحشی که از آن ساخته شده ایم. زمانی که ما زیبایی وحشی خود را می پذیریم، او را در چشمانداز زندگی خود قرار می دهیم و آگاهی از او دیگر ما را آشفته نمی کند. حتی دیگر او را انکار یا رد نمی کنیم. آیا ماده گرگ می داند که وقتی جست می زند چقدر زیباست؟ آیا گربه می داند که طرز نشستنش چقدر زیباست؟ آیا پرنده از صدایی که از به هم خوردن بالهایش ایجاد می شود می ترسد؟ از آنها بیاموزید. ما تنها به شیوه حقیقی خود عمل می کنیم و از زیبایی طبیعی ما دست نمی کشیم و پنهانش نمی کنیم. مانند موجودات دیگر ما هم همانطور که هستیم باید باشیم و این درست است. تخم اشتباهی. آیا تا به حال متعجب نبودید که چطور در چنین خانواده عجیبی دارید زندگی می کنید؟ اگر مانند کسانی زندگی می کنید که از خانه بیرونشان کردند، به عنوان فردی عجیب یا متفاوت زندگی می کنید، اگر تنها هستید، اگر در حاشیه هستید، اگر رنج کشیده هستید، زمانی می رسد که همه چیز ردیف می شود. وضعیت بهتری را تجربه می کنید و به سرزمین هم نوعان خودتان مهاجرت خواهید کرد. سال هاست زنانی که زندگی اسطوره‌ای کهن الگوی زن وحشی را در خود حمل می کنند در سکوت گریستند. چرا من آنقدر متفاوت هستم؟ در هر کجا که زندگیشان می‌خواسته شکوفا شود، کسی پیدا شده که در زمین آنها نمک بپاشد تا هیچ چیزی قادر به رشد نباشد. آنها با همه موانع که سر راه آرزوها و خواسته هایشان بوده شکنجه شده و آزار دیدند. اگر آنها بچه طبیعت بودند، آنها را زیر سقف نگه داشتند. اگر دانشمند بودند، به آنها گفتند که مادر باشند. اگر می‌خواستند مادر باشند، به آنها گفتند که بهتر از کار دیگری کنند. اگر می‌خواستند چیزی اختراع کنند، به آنها گفتند که عملگرا باشند. اگر می‌خواستند چیزی خلق کنند، به آنها گفتند که کارهای یک زن خانه‌دار هیچ وقت تمامی ندارد. گاهی اوقات آنها سعی می کنند درست مطابق با استانداردهای جامعه باشند و تا مدتها بعد هم تشخیص نمی دهند که خودشان واقعا چه می خواهند یا نیاز دارند که چطور زندگی کنند. بعد به منظور داشتن زندگی خودشان تجربه دردناک ترک خانوادهشان را داشتند. ترک ازدواجهایی که قول داده بودند تا دم مرگ در آن بمانند. ترک شغلهایی که جای ارتقا و پیشرفت و دستمزد خوبی داشتند اما استثمارشان می کردند. آنها از جاده‌ای عبور کردند که رویاهایشان همه جای آن پاشیده شده است. اغلب زنان هنرمندی بودند که سعی می کردند معقول باشند و 80% از وقتشان را صرف کارهایی می کردند که زندگی خلاقانهشان را بر اساس کارهای روزانه به تباهی می کشاند. اگرچه این قبیل داستانها هنوز هم ادامه دارد، اما یک چیز ثابت در همه آنهاست. آنها از همان اوایل زندگی با نقطه نظری منفی متفاوت بودند. در حقیقت آنها با احساس منحصر به فرد و پرسشگر بودند و ذهن آنها مطابق با غریزه درستشان بوده. اعضای خانواده شما به دلایل خودشان، به خاطر ترجیحاتشان، معصومیتشان، آسیب، قوانین، بیماری‌های روحی یا جهل فرهنگی در هماهنگی با ناخودآگاه خوب نیستند و البته که دیدن شما در خانه تصویر کهن الگوی خرابکار را در ذهنشان ترسیم می‌کند. کسی که به همه چیز گند میزند. بنابراین قبل از اینکه با آنها حتی صحبت کنید، خرابکار دیوانه میرخصد تا اینکه یکی از موهایش را در غذای یکی از اعضای خانواده بیاندازد.
حتی اگر شما منظورتان ناراحت کردن آنها نباشد، باز هم آنها ناراحت می شوند. هر زمان که سر و کله تان پیدا شود، به نظر می رسد که همه کاملا دیوانه می شوند. مطمئناً این که والدین همیشه از فرزندانشان در رنج هستند و بچه ها نیز این احساس را دارند که هرگز نمی توانند کاری را درست انجام دهند، دلیلش نشانه‌ای بر وجود تخم‌های وحشی است. خانواده غیر وحشی تنها چیزی که می‌خواهد یک چیز است، اما تخم اشتباهی هرگز نمی‌تواند تصورش را هم بکند که آنها چه می‌خواهند، و اگر هم بتواند تصور کند، یک علامت تعجب بزرگ روی سرش سبز می‌شود. خودتان را آماده کنید، من این راز بزرگ را به شما خواهم گفت. آنچه که آنها واقعاً از شما می‌خواهند، آن چیز اسرارآمیز و مهم و خطیر این است که ثبات و استحکام. آنها می‌خواهند شما امروز دقیقاً همان طور باشید که دیروز بودید. آنها دوست دارند که شما با گذر روزها تغییر نکنید و همان طور مانند دوران پاره‌سنگی باقی بمانید. از خانواده‌تان بپرسید که آیا آنها از شما ثبات می‌خواهند، و آنها در پاسخ تایید می‌کنند که این طور است. در همه چیز نه، آنها خواهند گفت که فقط در چیزهایی که مهم هستند. آنچه که در سیستم‌های ارزشی آنها مهم به حساب می‌آید، و آنها بیشتر اوقات چیزهایی هستند که طبیعت وحشی زنان را تکفیر می‌کنند. متأسفانه چیزهایی که برای آنها اهمیت دارد منسجم و هماهنگ با چیزهایی که برای کودک وحشی مهم هستند نمی‌باشد. ثبات در رفتار حکمی غیر ممکن برای زن وحشی است، زیرا نیروی او بر تغییر کردن منطبق است. این نیرو با نوآوری، رقص، زوزه، قرش، زندگی غریزی عمیق او، آتش خلاق او تطبیق یافته است. او ثبات خود را در یک نواختی و یکسان بودن نشان نمی دهد، بلکه از طریق زندگی خلاق خود، از طریق ادراکات پیوسته خود، بینش سریع، انعطاف پذیری و ظرافت و مهارت خود نشان می دهد. اگر ما بخواهیم تنها یک اسم برای آنچه که زن وحشی را می سازد بگذاریم، کلمه‌ای که انتخاب می کنیم پاسخگویی است. این کلمه از ریشه لاتین آن به معنای تعهد و قول می آید، و این نام دقیقاً برازنده زن وحشی است. پاسخهای هوشمندانه و ماهرانه او قولها و تعهداتی را برای نیروهای خلاقه او شکل می دهند. نیروهایی که مانند روح اجنه در پشت احساسات نهفته هستند، یا زیبایی و هنر یا رقص و زندگی هستند. وعده او به ما اگر آن را خونسا نکنیم این است که او باعث می شود ما زندگی کنیم. باعث می شود با نشاط و سرزندگی، پاسخگویی و پایداری زندگی کنیم. به این ترتیب تخم اشتباهی تعهد وفاداری می دهد. نه به خانوادهش، بلکه به خود درونیش. همین سبب می شود که او احساس دوپارگی داشته باشد. این طور که انگار ماده گرگ او را از دمش نگه داشته و خانواده زمینیش بازوهای او را نگه داشته و می کشند. این وضعیت تا زمانی طول می کشد که او از درد شروع به گریه کردن می کند، به خودش می پیچد و خودش و دیگران را گاز می گیرد و سرانجام سکوتی مرگبار. اگر به چشمانش نگاه کنید، چشمانی آسمانی میبینید. چشمای کسی را میبینید که دیگر اینجا نیست. نیازهای روح چیست؟ طبیعت و خلاقیت. تغذیه اصلی روح چیست؟ برای هر کس فرق میکند، اما در اینجا چندین ترکیب وجود دارد. برای برخی زنان هوا، شب، نور آفتاب و درختان، رنگ، شکل، سایه و چیزهای دیگر. برخی از زنان باید بپرند، خم شوند و بدوند، زیرا روحشان هوس رقصیدن دارد، در حالی که عده‌ای هم تنها هوس تکیه کردن بر درخت و آرامش دارند. اما مسئله دیگری هم هست که باید مورد بررسی قرار بگیرد. تخم‌های اشتباهی یاد می‌گیرند که زنده بمانند،
خیلی سخت است که سالها در میان کسانی باشید که نمی توانند به رشد شما کمکی کنند. اینکه بتوانید بگویید شخصی بقا داشته است یک دستاورد است. برای بسیاری خود این نام قدرت است. اما زمانی می رسد که فرایند فردیت به جایی می رسد که از رنج و عذاب عبور می کند. بعد نوبت به رفتن به مرحله بعدی می رسد. مرحله بعد از بقا شفا پیدا کردن و شکوفایی است. اگر ما فقط در مرحله بقا باقی بمانیم، به سمت شکوفایی حرکت نکنیم، خودمان را محدود کرده ایم و قدرتمان در جهان را به نصف کاهش داده ایم. فرد می تواند آنقدر به بودن در مرحله بقا مغرور شود که تهدیدی برای رشد خلاقیت او باشد. بیش از حد ماندن با کودک بقایافته منجر به یکی انگاری هویت با کهن الگوی شخص آسیب دیده می شود. تشخیص آسیب و یادبود آن اجازه شکوفایی صادر می کند. شکوفایی چیزی است که برای ما مقدر شده است. شکوفایی نه فقط بقایافتن بلکه حق تولد ماست. زمانی که در جستجوی راهنمایی هستید، هرگز به آدم‌های بزدل و ترسو گوش ندهید. با آنها مهربان باشید، تاییدشان کنید، تملقشان را بگویید، اما از توصیه‌هایشان پیروی نکنید. اگر شما را مبارزه طلب، اصلاح ناپذیر، جسور، حیله‌گر، شورشی، یاغی یا سرکش خواندند، پس بدانید که در مسیر درستی قرار دارید. زن وحشی در همین نزدیکی است. اگر تا به حال هرگز با این عناوین خوانده نشده اید، هنوز وقت هست. الگوی زن وحشی را تمرین